ادامه خبرها از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران. سناتورهای جمهوری‌خواه نسبت به مذاکرات اتمی با رژیم ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرده و خواستار اعمال تحریم‌های جدید و سخت‌تر شدند. سناتور مارک کرک، سناتور مارک روبیو، سناتور جان کورنین و سناتور کلی آیوت طی نامه‌ای به اوباما نوشتند نسبت به مذاکرات اتمی با رژیم ایران عمیقاً نگرانند. آنان در نامه خود به گزارشاتی در این زمینه اشاره کردند، حاکی از اینکه رژیم ایران 20 میلیارد دلار از پولهای مسدود شده خود در بانک‌ها را به دلیل کاهش تحریم‌ها دریافت خواهد کرد، اما به ازای آن از این رژیم خواسته نشده که سانتریفیوژهایش را متوقف نماید، سایت‌هایش را ببندد و یا از اورانیوم غنی شده دست بردارد. سناتورهای جمهوری‌خواه در این نامه که روز جمعه به دست رسانه‌ها رسید، نگرانی‌های خود را به صراحت بیان کردند و اظهار داشتند که برای بالا بردن فشار بر رژیم ایران باید تحریم‌های جدید و سختی را اعمال کرد. خبرگزاری رویتر با انتشار این خبر افزود مقوله تحریم‌ها علیه رژیم ایران زمینه نادری است که جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های آمریکا با همدیگر همکاری می‌کنند. اوباما از کنگره خواسته است تحریم‌های جدید علیه رژیم ایران را متوقف کند تا به گفتگوی دیپلماتیک با این رژیم فرصت بدهد. کنگره اما موازی تندتر نسبت به دولت اوباما پیرامون رژیم ایران دارد و هم جمهوری‌خواهان و هم همقطاران دموکرات اوباما نسبت به هر گونه تأخیر بیشتر اکراه نشان می‌دهند. بسیاری از جمهوری‌خواهان که از درخواست کاخ سفید از سنا برای تأخیر در تصویب تحریم‌های جدید سرخورده شده بودند، گفتند در نظر دارند تحریم‌های جدید را از طریق الحاق یک متمم به لایحه بودجه سالانه وزارت دفاع جبران کنند. انتظار می‌رود سنا تا اواسط هفته آینده به این منظور تشکیل جلسه بدهد. این لایحه چندین میلیارد دلاری سیاست سالانه دفاعی را تعیین می‌کند که در این صورت به لحاظ سیاسی برای رهبران دموکرات در سنا چالش انگیز خواهد بود که الحاقی لایحه دفاع را رد کنند و برای اوباما نیز بسیار دشوار است که آن را وتو کند. سناتور دموکرات رابرت منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت جان کری برای متقاعد کردن ما به مذاکره با رژیم ایران بر سر برنامه اتمی شکست خورده است. سناتور منندز درخواست دولت اوباما برای به تأخیر انداختن تحریم‌ها علیه رژیم ایران را رد کرد و به جمهوری‌خواهان پیوست. وی گفت آنچه دنبالش هستید روشن نیست که توافق خوبی باشد. سناتور پرنفوذ جمهوری‌خواه جان مک‌کین نگرانی شدید خود را از توافق با رژیم ایران ابراز داشت و خواهان تحریم‌های جدید علیه این رژیم شد تا تضمینی باشد که برنامه اتمی خود را از دور خارج نماید. به گزارش تلویزیون CNN سناتور مک‌کین گفت من معتقدم ما نیازمند تحریم‌های شدیدتری علیه رژیم ایران هستیم. من هرگز بیشتر از این نگران چارچوب‌های توافق درباره برنامه اتمی رژیم ایران نبودند. به گزارش رویتر، اوباما در حالی که سخت نگران از پیامدهای ناخواسته گزینه نظامی است، رو در روی مقاومت از جانب قانونگذارانی قرار گرفته که نگران فروکش کردن فشار تحریم‌ها در مذاکرات با رژیم ایران هستند. در حالی که سناتور مارک کرک می‌گوید تحریم‌ها بهترین راه برای اجتناب از جنگ و اتمی شدن رژیم ایران است. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت رژیم ایران از فروش نفت 110 تا 120 میلیارد دلار در سال به دست می‌آورده، ولی این مبلغ به دلیل تحریم‌ها به 40 تا 45 میلیارد دلار کاهش یافته و مبادلات پولی این رژیم در بانک‌های سراسر جهان نیز مسدود شده است. جان کری که در واکنش به مخالفت‌ها و اعمال فشار کنگره و سنا بر سر مذاکرات اتمی با رژیم ایران سخن می‌گفت، در مورد جزئیات پیشنهاد آمریکا به رژیم ایران گفت 95% یا بیشتر تحریم‌ها بر جای خود خواهند ماند و رژیم ایران
تنها به بخش کوچکی از دارایی‌های خود دسترسی خواهد داشت. در همین رابطه یک مقام ارشد دولت اوباما نیز گفت به میزان 100 میلیارد دلار پول حاصل از فروش نفت رژیم ایران در حال حاضر در بانک‌ها مسدود است. یک مقام بلندپایه دولت اوباما به خبرنگاران گفت در دور آینده مذاکرات اتمی با رژیم ایران ممکن است توافقی به دست آید. وی که روز جمعه با خبرنگاران صحبت می‌کرد هشدار داد اما مسائل سختی هنوز پیش روست که باید حل و فصل شوند. این مقام دولت آمریکا افزود ما هفته آینده سخت کار خواهیم کرد اما نمی‌دانم به یک توافق خواهیم رسید یا نه. فکر می‌کنم این کاملا ممکن است اما مسائل سختی در مذاکره وجود دارد. رئیس سازمان بازرسی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادعای رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه توافق با رژیم ایران آن را از دسترسی به سلاح اتمی عقب می‌اندازد رد کرد. اولی هاینونن متخصص دانشگاه هاروارد نظر اوباما که گفته بود توافق پیشنهادی از بابت دسترسی احتمالی رژیم ایران به سلاح اتمی ماه‌ها زمان می‌خرد و زمانبندی قابلیت رژیم ایران برای تولید بمب اتمی ماه‌ها به عقب کشیده خواهد شد را زیر علامت سوال برد و گفت با تعداد بسیار زیاد سانتریفیوژ مشغول به کار در ایران توانمندی تولید سلاح اتمی توسط این رژیم همچنان باقی می‌ماند. با ادامه مذاکرات رژیم آخوندی با کشورهای پنج به علاوه یک بر سر بنبست اتمی، بحران زهرخوران اتمی به نحو فزاینده‌ای برای خامنه‌ای تشدید شده است. تنها سه روز مانده به دور بعدی این مذاکرات در ژنو، ارگان ولی فقیه ارتجا زیر عنوان تیر خلاص آمریکا به مذاکرات ژنو سه نوشت مقامات آمریکایی در آستانه مذاکرات بعدی که قرار است 29 آبان در ژنو از سر گرفته شود اعلام کردند در مقابل امتیازاتی که انتظار دارند تقریبا هیچ امتیازی نخواهند داد. اوباما رئیس جمهور آمریکا به کنگره این کشور اطمینان داد تحریم هایی که برداشته می شود بسیار ناچیز است و در هر توافقی تنها یک بخش جزئی از تحریم ها برداشته می شود. کیهان خامنه ای با اشاره به تماس رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه اضافه کرد سران دو کشور اراده مشترکشان را برای دریافت ضمانت هایی برای رها کردن برنامه هسته ای بیان کردند. ارگان ولی فقیه ارتجا با سرخوردگی از تمدید شرایط فوق‌العاده علیه رژیم خاطر نشان کرد رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه روابط هنوز به حالت عادی برنگشته است از تصمیم خود برای ادامه حالت فوق‌العاده خبر داد و تحریم‌های دوره جیمی کارتر را علیه جمهوری اسلامی برای یک سال دیگر تمدید کرد. بنابراین مواضع آشکار آمریکایی‌ها علیه ما در آستانه مذاکرات در 29 آبان به وضوح حاکی از آن است که هیچ روزنه اعتمادی به آمریکا وجود ندارد. در ادامه جنگ گرگ‌ها و دعواهای باندی وزیران اطلاعات و علوم کابینه آخوند روحانی به مجلس ارتجاء احضار شدند. به گزارش رسانه‌های حکومتی علوی وزیر اطلاعات باید به سوالات اعضای مجلس ارتجاء در مورد استعلامات مربوط به انتصابات پاسخ بدهد. وزیر علوم نیز برای پاسخگویی به سوالات کمیسیون آموزش مجلس احضار شده است. اخباری از تحولات قیام مردم سوریه. در پی اظهارات حسن نصرالله سرکرده حزب الشیطان مبنی بر ماندن در سوریه و ادامه همدستی با اسد در کشتار مردم این کشور روز جمعه مردم سوریه در شرایطی که توسط هلیکوپترهای اسد تهدید به بمباران می شدند در استانهای حلب،
ادلب و درعا با شعار خشمگینانه حسن نصرالله دجال است علیه حضور شبه نظامیان حزب شیطان لبنان در همدستی با اسد دست به تظاهرات زدند. بر روی برخی پلاکارت ها نوشته شده بود: ای نصر و شیطان، نفرات تو در سوریه باقی میمانند تا همگی به هلاکت برسند. حزب شیطان یک سازمان تروریستی است و از یک رژیم تروریست حمایت میکند. در جریان پیشروی های ارتش آزادی سوریه در اتوبان بین المللی دمشق هومس، ده ها تن از نظامیان اسد از پای در آمدند. نیروهای اسد در واکنش به این شکست شهرک های یبرود، نبک و زبدانی را بمباران کردند که باعث قربانی شدن شماری از مردم غیر نظامی شد. از سوی دیگر، رزمندگان ارتش آزادی سوریه یک هواپیمای جنگی اسد را در حومه جنوبی حلب سرنگون کردند. فعالان اپوزیسیون فیلم‌هایی را منتشر کردند که در آن تعدادی از جنگنده‌های منهدم شده را در فرودگاه نظامی نیرب نشان می‌دهد. اپوزیسیون می‌گوید انهدام این هواپیماها در اثر اصابت موشک‌های کاتیوشا به فرودگاه بوده است. همچنین در شهر حلب، یگان‌های ارتش آزادی سوریه مقر نظامیان اسد در آکادمی نظامی را با توپخانه هدف قرار دادند. نبردها در منطقه ورزشگاه حلب و چندین منطقه دیگر ادامه یافت. در یک عملیات ویژه ارتش آزادی سوریه در شهرک اهتمان، حداقل 25 تن از نظامیان اسد به هلاکت رسیدند. همچنین ارتش آزادی با انهدام یکی از مقرهای اسد، 15 تن دیگر از نظامیان مستقر در این پایگاه را از پای درآورد. سخنگوی ائتلاف ملی سوریه یک بار دیگر بر عدم شرکت این ائتلاف در کنفرانس ژنو 2 در صورت برآورده نشدن شروط ائتلاف ملی سوریه تاکید کرد. لوی مقداد، سخنگوی ائتلاف ملی سوریه، گفت: آمریکایی‌ها در یکی از جلسات به ما گفتند که زمان برگزاری اجلاس قبل از 15 دسامبر آینده است و شاید روز 12 یا 13 باشد. ولی ما گفتیم اگر خواسته های حداقل انسانی ما و تضمین کنارگیری بشار اسد وجود نداشته باشد، امکانش مشارکت ما در ژنو یا هر روند سیاسی دیگری وجود ندارد. خبرگزاری رویتر گزارش کرد افرادی که مشمول مجازات های بین المللی شده اند اسد را تأمین مالی می کنند. این افراد که عمدتاً از همپیمانان مالی و اعضای خانواده اسد هستند، دست به تأسیس شرکت‌هایی زدند و از این طریق کمک‌های غذایی به سوریه را تحت کنترل خود گرفتند. منابع اپوزیسیون گفتند ممانعت از ورود مواد دارویی و غذایی به مناطق آزاد شده توسط یک مسئول امنیتی نزدیک به اسد اداره می‌شود تا سیاست گرسنگی یا تسلیم به رژیم اسد در این مناطق را به اجرا در بیاورد. بینندگان عزیز، اخبار این ساعت سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران در اینجا به پایان میرسد. تا بخش بعدی خبر، همه شما را به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار همگی شما.